آیا آنها می توانند همیشه این آمادگی رو داشته باشند که در مقابل حملات غافلگیرانه ما اقدام بکنند؟ نمی توانند. ما اگر بخواهیم بعد از شهادت هنیه جواب بدیم که گفتیم جواب میدیم، اینطور نیست که این بار اعلام کنیم. میدونید بعد از اون بیش از ده ها پیام از غرب و آمریکا آمد که از ما خواستن جواب ندید، اما ما جواب اونو میدیم. قطعا جواب شهید کردن هنیه قطعی است، اما زمانش در اختیار ماست و این جوابم باید حتما با تدبیر و حکیمانه باشد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اکثر متخصصان ارتش جمهوری اسلامی، یعنی ارتش قبل از انقلاب، در نیروی زمینی، هوایی و دریایی تحصیل کرده خارج از کشور بودند. یعنی اما امروز ما با توجه به همه ویژگی‌هایی که برای نیروی انسانیمون قائل هستیم، این آموزشامون رو داخل کشور انجام میدیم. ما قبل از انقلاب تمام تجهیزاتمون در نیروهای هوایی و زمینی و دریاییمون ساخت کشورهای غربی بوده، اما امروز همه چیز عوض شده، اما در بعد تجهیزات پیشرفت کردیم. امروز در بحث سامانه‌های پدافند هوایی ما به تجهیزاتی دسترسی پیدا کردیم که نیاز ما رو مرتفع می‌کند و تنوع سامانه‌ها، و این رو ما بارها گفتیم که برای تامین امنیت در منطقه خود ما و کشورهای منطقه این توانمندی رو داریم و نیاز به حضور کشورهای دیگر که از هزاران کیلومتر راه بخوان بیان در منطقه ما و برای ما امنیت برقرار کنند، ما نیاز نداریم. اونهایی که بی مورد آمدن در اونجا حضور پیدا کردن، بدانند که حضور اونها فقط موجب بی نظمی است، امنیتی برقرار نمی کند. یه عملیات ما انجام دادیم به نام عملیات وعده صادق، و گفتیم هم که این فقط برای نشان دادن توانمندی ما برای آسیب رساندن به شماست. اما ببینید این نکته رو نگاه کنید، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، اردن، همه اینها آمدن و همه سامانه های پدافند هوایشون رو به کار گرفتن و به کمک گنبد آهنین رژیم صهیونیستی رفتن تا بتوانند در مقابل این حمله ما مقاومت کنند. اما سوال اینجاست، آیا آنها می توانند همیشه این آمادگی رو داشته باشند که در مقابل حملات غافلگیرانه ما اقدام بکنند؟ نمی توانند. ما اگر بخواهیم بعد از شهادت هنیه جواب بدیم که گفتیم جواب میدیم، اینطور نیست که این بار اعلام کنیم. میدونید بعد از اون بیش از ده ها پیام از غرب و آمریکا آمد که از ما خواستن جواب ندید، اما ما جواب اونو میدیم. قطعا جواب شهید کردن هنیه قطعی است، اما زمانش در اختیار ماست و این جوابم باید حتما با تدبیر و حکیمانه باشد. بله، من در جنگ بودم، 8 سال در جنگ شرکت کردم، مجروح جنگ هم هستم، 5 تا گلوله خوردم و تقریبا قسمتایی از بدنم برداشته شده، اما به صورت کلی جنگ خوب نیست. اما به هر صورت آشنا شدن با مواضع کشورهای مختلف و حرکت در سمت و سویی که بتواند اهداف این اجلاس رو تأمین کند، به نظرم توسط کشورهای شرکت کننده کار مهمی است. ابتکار خوبیه به هر صورت، جمع شدن کشورها دور هم دیگه و اظهار نظر در این موارد میتواند راهگشا باشد برای امنیتی بیشتر.